هزاره، محمد نوری، هادی نوروزی، غلامرضا رضایی، مهرداد اولادی و علی کریمی بازی میکنند. یاران پرسپولیس خیلی سریع کار حمله رو شروع میکنند. لازم هم نیست که بگیم بازیکنان پرسپولیس قرمز پوش هستند، بازیکنان استقلال آبی پوش. تون در اختیار غلامرضا رضایی، علی عسکری رو پیدا میکنه، یک توی این دو بازیکن، علی کریمی در پای این توپ، حنیف رو توپ اثر میگذاره، همچنان حمله پرسپولیس ادامه داره. غلامرضا رضایی سانتر بلند، خروج رحمتی و موقعیت برای بازیکن پرسپولیس رو برگشت داده میشه. علی کریمی، پاس خوب برای علی عسکری، دو تا بازیکن در مقابلش هستند. غلامرضا رضایی رو پیدا میکنه، رضایی پاس رو میکاره، موقعیت، یک ضربه دیدنی که از بالای دروازه تو بیرون میره، ضربه مازیار زاره که از بالای دروازه بازیکن پرسپولیس دارن در خط دفاع پاسکاری میکنند. الانگ یه پاس دیگه به فضای پشت مدافعان، رضایی حرکت کرده، خوبم حرکت کرده. غلامرضا رضایی میتونست به سمت دروازه بره، اشتباه کرد غلامرضا رضایی، دقیقا میتونست پشت مدافعان به سمت دروازه. میدابودی، خود میلاد، پاس در عمق او، فرار برهانی، آفساید هم نیست، آرش برهانی در مقابل دو بازیکن و انتظار داره که زندی بیاد به این تو برسه که نمیرسه. زاره، کریمی، پاس تک ضربه قشنگ، موقعیت برای بازیکنان پرسپولیس و توپی که رحمتی دورش میکنه. بازای پشت مدافعان رو غلامرضا رضایی میفرسته به تیر اول. یاران استقلال توپو برمیگردونند پشت محوطه جریمه، موقعیت برای یاران پرسپولیس هست. بازم رضایی آزار داده از این سمت خط دفاع استقلال رو، کوتاه و قشنگ، موقعیت برای نوری، ضربه او و فوق واکنش رحمتی که توپ رو به زمین مسابقه برمیگردونه و شکوری از چپ حرکت کرده. زاره نگه میداره توپ رو، بهتر از قبل داره بازی میکنه مازیار زاره. نوری تو پاش فاصله میگیره، شریفات معلوم نشد این توپو به کی فرستاد. یک بار دیگه موقعیت برای بازیکن پرسپولیس، رضایی تک به تک و رحمتی توپ رو میگیره. خطر مصونیت بازیکن ها هم در این هوای سرد، یکی از سردترین شبای تهران این شب، ولی خب گرمای بازی فعلا باعث شده که هوادارهای دو تیم احساس سرما نکنند. یه بار دیگه موقعیت برای بازیکن پرسپولیس، به پشت منطقه جریمه، عالی کار میکنه یاران پرسپولیس و توپی که از کنار دروازه بیرون میره. سردرگمی خط دفاع استقلال و حضور نوروزی به وسیله زنگی خواهند زد. بازیکن سرزن به محوطه جریمه رفتن، زندی میفرسته به محوطه جریمه، خوبم میفرسته، موقعیت برای بازیکن استقلال. میدابودی میخواد با چپ بزنه، این کار رو لحظاتی بعد حسینی انجام میده که ضربه آرامش رو هوشیار میرسه. همشون زیر پتو و تا اونجایی میتونستن خودشون پنهان کردن. ضربه بلند از هوشیار، کریمی مانع ببینون رفتن توپ میشه، توپ در اختیار زندی قرار میگیره. خود زندی، پاس عمقی او، موقعیت برای میدا بودی، ضربه این بازیکن با توی دروازه، توی دروازه، گل برای استقلال، یه گل قشنگ از میلاد میدا بودی. استقلال بازم یک بر صفر جلو میافته. از یه موقعیت نصف و نیمه گل میسازن یاران استقلال و یک بر صفر جلو میافتن. شروع قاب بخش آبی ورزشگاه میاد. خیلی خوب زد ضربه آخر رو، نگاه کنیم، فرار خوب میدا بودی، ضربه زیبای این بازیکن از فراز دستان هوشیار، اینم پاس قشنگ فریدون زندی که از تجربهش استفاده میکنه، پاس پخته به فضای پشت مدافعا میفرسته و در نهایت دروازه باز میشه. آها اینجا مشخص میشه که علی کریمی هم یه جوری تاثیرگذار بوده در گل، منتها برای گل استقلال. اگه تو به بیرون میرفت اتفاق خاصی نمیافتاد. و اینم میدا بودی که با ظرافت خاصی توپ رو به قعر دروازه خاصی خوشبختانه به وجود نمیاد. علی عسکری تک و تنها حرکت میکنه، پاس قشنگ، موقعیت برای اولادی و بازم ضربه ناامید کننده ای که به پشت دروازه میره. پرتاب دوباره برای استقلال، حمودی، یوسفی حمودی یه مکس میده، میاره وسط، همچنان
حمودی، پاس او برای میداودی، میداودی ضربه این بازیکن زندی و توی دروازه، توی دروازه. گل دوم برای استقلال با ضربه فریدون زندی. بیگمان بهترین بازیکن زمین تا اینجا زندی بوده که در طول فصل بازی‌های زیاد خوبی رو برای استقلال انجام نداده بود. استقلال 2-0 جلو میفته. نیمه دوم رو استقلال تهاجمی شروع کرد و شاگردان پرویز مظلومی گل دوم رو به ثمر رسوندند. حالا هواداران استقلال به فکر لقب جدید پرویز مظلومی هستند. با هم ببینیم صحنه رو. توپ بلوک میشه، برمیگرده، دقیقاً روی پای چپش بود. او هم با این ضربه هوشیار رو مغلوب میکنه. ضربه اول از میداودی و بعدم زندی که دروازه رو باز کرد. بهتر از این میتونست عمل بکنه هوشیار روی توپی که درون دروازهش قرار گرفت، اما خب فاصله‌اش با توپ خیلی زیاد. دقیقاً زیر پای حسینی که توپ رو برمیگردونه. میداودی در میانه میدان توپش رو میزنند. محمد نوری، شکوری در چپ، پاس او موقعیت برای بازیکن پرسپولیس در محوطه جریمه. رو دور میکنن، بازی بره. مدافع علی عسکری، غلامرضا رضایی توپ رو لو میده. موقعیت برای میلاد میداودی. برهانی توپ میخواد. میداودی قصد داره خودش حرکت بکنه و فرصت شوت زنی برای خودش ایجاد بکنه. دو بازیکن رو جا میگذاره. میداودی و توپی که در اختیار هوشیار قرار میگیره. خیلی دوست داره که از راه بود. زندی و کریمی با هم صحبت میکنن. اولادی میتونه پاس عمقی رو بده. حالا این کار رو انجام میده. ادامه بازی آفساید نیست. فرصت برای رضایی، پاس بیرون، ضربه ناامید کننده نوروزی که توپ رو به بیرون میفرسته. علی عسکری، حرکت پرسپولیس از سمت راست، فرصت برای علی کریمی، یه پاس کوتاه عالی، موقعیت و توپی که رحمتی بالاخره میگیره. مهدوی که با اومدنش به زمین کاپیتان پرسپولیس شد. خطای زندی. دوباره میتونست آوانتاژ هم بده. پرسپولیسیا سری بازی رو شروع کردن. پاس کریمی که به مهدوی کیا نمیرسه. علی عسکری، کریمی، کریمی و مهدوی کیا در سمت راست با هم خوب همکاری میکنن. یه سانتر بلند و توپی که در اختیار استقلال قرار میگیره. زندی، بازم یوسفی که داره خوب بازی میکنه. این طرف شریفات روی خط آفسایده. حالا برای شریفات، نگه میداره توپ رو. یوسفی و توپی که از بالای دروازه بیرون میره. بازم موقعیت گل برای تیم استقلاله. میداودی یک بار دیگه در عمق. یوسفی، شریفات خوش به منطقه جریمه رسونده. موقعیت برای یاران استقلال. از همه رد میشه توپ. یه تکل محکم و کورنر. مشکل خاصی برای آرش برهانی باقی مونده. هوشیار، شیری به نور محمدی در چپ، شکوری، اولادی بالاخره صاحب توپ میشه. فرصت برای یاران پرسپولیس. یارکه بدون توپ، مهدوی کیا و این ضربه با واکنش استثنایی رحمتی توپ را از زیر تاق دروازه بیرون میکشه. یوسفی به راست، شریفات نگه میداره توپ رو. یک لحظه تعادلش از دست میده. او رو میزنن کنار خط. داور خطا میگیره و اولادی رو حالا با کارت زرد جریمه خواهد کرد. اولادی یه مقدار عصبی بود اصلا از شروع. کارت قرمز رو، بله داور کارت قرمز رو براش در نظر گرفته. کارت قرمز برای مهرداد اولادی که به هر حال در دقیقه 68 هواداران پرسپولیس همین الان دارن ورزشگاه رو ترک میکنن. زندی میفرسته برای دروازه و توپی که خطرناک به بیرون میره. هوشیار مدافع، ضربه بلند از هوشیار. خب فشنگچی قراره که به زمین بازی بره احتمالاً. نوری، مهدوی کیا، کار قشنگ، مهدی مهدوی کیا و این ضربه که بازم رحمتی را به انجام واکنش وادار میکنه. منتظری، زندی،
کاظمیان و نوروزی روی نیمکت، زندی حرکت میکنه، حالا این طرف شریفات، موقعیت برای شریفات، پاس به جلو، فرصت آفساید. بازیکن سرزن پرسپولیس همشون جلو اومدن. مهدوی کیا بلند به درون منطقه جریمه، فرصت و بازم نوری همونجوری میزنه. خیلی جالب شده، مهدوی کیا دوباره سان میکنه و رحمتی هم مشت میکنه. چه صحنه تکنیکی جالبی در سمت چپ انجامش داد محمد نوری. یه پاس عمقی خوب، موقعیت برای بازیکن پرسپولیس، زاید و توی دروازه. گل برای تیم پرسپولیس و حساب کار 2-1 میشه. زاید چه بازی رو برای گل زدن انتخاب میکنه. معمولا بازی که 2-1 میشه احتمال 2-2 شدنش هم هست. هواداران پرسپولیس به وجد میان. حالا اونا با رویه بهتری به بازی ادامه خواهند داد و این دقایق پایانی مسلماً پرهیجان تر دنبال میشه. مدافعان استقلال جا موندن. امون زاید تک به تک شد با رحمتی و به این ترتیب با یه ضربه دقیق و زیبا دروازه رحمتی رو باز میکنه. پاس خوبه محمد نوری. منتظری هم جا میمونه و در نهایت زاهده که دروازه رو فرو میریسه. حالا بازی با هیجان بیشتری دنبال میشه، خصوصا برای هواداران پرسپولیس که امیدوارانه به این دقایق پایانی نگاه میکنند. 2-1 میشه نتیجه. بالاخره باز چند حمله پرسپولیس به گل رسیدند از راه عمق. از راست مهدوی کیا رو به جلو حرکت میکنه، سان میکنه روی دروازه، موقعیت و توی دروازه امون زاید پرسپولیس رو به بازی بر میگردونه. به فاصله 2 دقیقه 2 بار دروازه استقلال باز میشه. یه بازی دراماتیک برای پرویز مظلومی که هنوز داره به دقایق گذشته فکر میکنه و پرسپولیسی که در این بازی شکست نمیخوره. غافلگیر شدن بازیکنان استقلال و دنیزی هم بی‌شکست میمونه در داربی. البته بازم زمان باقی مونده، ببینیم با هم. جاگیری عالی بین مدافعان استقلال و ضربه زاید که به این شکل در اون دروازه رحمتی قرار میگیره. ضعف در بین مدافعان استقلال و سانترهای نابود کننده مهدی مهدوی که در رده ملی واقعا به کمک فوتبال ملی ما اومده، اینجا به کمک پرسپولیس میاد با این سانتراش و زاید دروازه رو به این شکل باز میکنه روی همون تاکتیکی که مصطفی دنیز. پرتاب توپ از حمودی، رحمتی بلند برای دروازه میفرسته توپ رو، یاران استقلال توپ رو میگیرند، زندی و ضربه ای که نفسگیر به بیرون میره. تغییر منطقه بازی به راست، حمودی. استقلال آخرین شانس های خودش رو جستجو میکنه با یه بازیکن بیشتر. رحمتی، پاس برای حمودی. حمودی دو تا بازیکن در مقابلش هستن. سانت زمینی این بازیکن، یوسفی در منطقه جریمه، پاس به بیرون. و تو بکی دو تا بازیکن پرسپولیس در منطقه جریمه هستن اما کم تعداد هستن برای استفاده از پرتاب بلند. بادامکی میبره به گوشه زمین، میخواد کورنر بگیره یا اینکه حرکتی رو انجام بده. همچنان بادامکی، سانتر او بروی دروازه، فرصت، این زمان توی دروازه گل برای پرسپولیس. یه گل استثنایی دیگه، حساب کار رو 3-2 میکنه امون زاید. یه کشف بزرگ برای پرسپولیس و حالا پرسپولیس بازی 2-1 باخته رو با 10 نفر 3-2 میبره. یه بازی باور نکردنی شد در این دقایق پایانی. خط دفاع استقلال واقعا پر اشتباه و پرویز مظلومی که دیگه رکوردش رو از دست داده. نگاه کنیم این توپیه که بادامکی برای دروازه فرسته، بازم این بازیکن جانشین کارساز شد. تعویض‌های مصطفی دنیزلی همشون رویایی بودن برای پرسپولیسیا. بادامکی هم پاس گل داد. نگاه کنید، پاس زمینی به دهانه دروازه، جاموندن حنیف، چرخش قشنگ امون زاید و گلزنی این بازیکن. حالا پرسپولیس خودشون میپرسن که چرا این بازیکن بیشتر از اینا بازی نمی‌کرد برای این تیم. یه سانت